چطوره؟ سلام محمد جان. خوبی؟ الحمدلله. خب چی شده امروز؟ امروز آقای آقاسی هم دیشب زندان برقرار شده. آقای آقاسی هم میخواست بدونی شما میری یا نمیری، که من دیگه موفق نشدم با شما صحبت کنم، که امروز فکر کنم که دادگاه بود که زنگ زد. ببین، 5 روز پیش ابلاغیه اومد برای من که 31 که امروز باشه باید بری دادگاه. من ابلاغیه رو جلوی چشم اون ماموری که آورده بود پاره کردم، ریختم تو سطل آشغال. گفتم من نمیرم، اگرم برم با لباس شخصی میرم و بدون دستبند و پابند. اینا اخلاقشون اینه که با لباس دالتونی تو اون کارتون لوک خوششانس، یه چند تا برادران دالتون بودن، این با این لباسای دالتونی بهشون میگم میام خجالت بکشید تو این فیلمای خارجی رو لاغل نگاه کنید، یک متهم رو میبرن زندان، کت شلوار، کراوات فلان، بهترین لباس. خلاصه امروز اومدن گفتن که الا و بلا شما باید برید دادگاه. گفتم با لباس خودم و بدون دستبند. گفتن حالا با لباس خودت بیا. من یک گرمکن نارنجی تیره قرمز متمایل به قرمز داشتم، مخصوصا اونو پوشیدم که کلا هم پشتش داره، اونو پوشیدم و رفتیم دم ماشین. اونجا اصرار که شما باید دستبند بزنید. حالا یه سری پاسیار هستن که لباس یونیفرم مخصوص دارن و یه سری سرباز، دستبند دست سرباز، هی دستور میداد که به دست نوریزاد دستبند بزنید. من نمیگذاشتم. 2 ساعت کشمکش شروع شد. اولش با زبان خوش تمام زندان برقرار شد، تمام گیرنده زندانی می باشد، که این یک قانونه، که این یک به اصطلاح چیزیست برای همگانی و این باید انجام بشه. ما ماموریم، معذوریم. گفتم آقا جان، یا منو برمیگردونید به زندان خودم و من می نویسم کتباً که آقا غیاباً هر رأیی میخواد قاضی علیه من صادر کنه صادر کنه، یا اینکه من بدون دستبند خواهم رفت. بعد اینا روی به تهدید آوردن، شروع کردن به سر و صدا و 7-8 نفر شدن به صلاح حمله کردن سمت من. من با کله رفتم سمت شیشی همون اتومبیل ونی که قرار بود ما رو ببرن. تو 2 انگشتی جلوی منو گرفتن، گفتن بکش عقب، ما نمیخوایم خون را بیفته و اینا. گفتم اینجوریه، یا باید خونین مالی منو ببرید یا من بدون دستبند و با لباس شخصی خودم میرم. بعد از 2 ساعت نهایتا پذیرفتن التماس خواهش که تو را فریاد نمیکشی، تو خیابون که داریم میریم سر صدا نمی کنی، خودت رو به دیگران رو ماشینای دیگه معرفی نمی کنی، فرار نمی کنی. گفتم آقا دگنک میدونی یعنی چی؟ دگنک تو ادبیات روستایی یعنی یه چوری که کلش گنده باشه. منو با دگنک نمیتونید شما از زندان بیرون بندازید، من به زندان احتیاج دارم. منو با دگنک نمیتونید از کشور بیرون بیاندازید، من به بودن در داخل کشور احتیاج دارم. من اگر از کشور برم بیرون پنچر میشم. من فرار کنم، اطمینان داشته باشید که من هرگز برقرار شده تمام گیرنده زندانی میباشم. گفتم اطمینان داشته باشید، من در آرامش کامل با شما میام و در آرامش کامل با شما برمیگردم، کوچکترین تخطی از من نخواهید دید. خلاصه ما رو سوار ماشین کردن بدون دستبند و این سربازه که روبروی من بود میگفت این اولین بار داره یک چنین چیزی اتفاق میفته. خلاصه ما رو بردن حسن آباد دادگستری، اونجا دادسرا شعبه 11-01 که نیابت مدنی از مشهد شکایت علیه من کرده بودن که نوریزاد گفته که خود سپاه دانشمندان هسته‌ای رو زده کشته، نمیدونم برای دکتر جعفری اجتماع 4 نفره و نمیدونم تقاضای استعفای رهبر رو از این چیزها رو برداشته بودن مجددن. دوباره اینها رو فرستاده بودن. قاضی منو خواست، منشیشم که یه خانومی بود، اون خانومم خیلی با ادب بود و من به خاطر ادبش بسیار از او تشکر کردم، ولی فامیلیش آخوندی بود. گفتم دخترم یه روز میرسی به این که بری فامیلی تو عوض کنی، ولی به خاطر ادبش ازش تشکر کردم. قاضی گفت آقای نوریزاد رو ببرید تو اتاق خودتون، تفهیم اتهام کنید، سوال بکنید، جواب ایشون رو برای من بیارید. ایشون همون اتهامات رو نوشت و کاغذ در اختیار من گذاشت که در پایین همون پرسش من جواب بنویسم. من نوشتم
به قرآنی که نوشتم ای قاضیان زبون و زدی. تمام زندان برقرار شده، تمام گیرنده زندانی باشه. حالا تا جایی که یادم باشه اینا بود. نوشتم ای قاضیان زبون و ذلیل و واخورده و ترسیده پرونده من از اطلاعات و سپاه وحشت دارید، ای قاضیان واداده و نامستقل، به قرآنی که حضرت آیت الله ولادیمیر پوتین از ام القرای مسکو برای سید علی رهبر مسلمین جهان هدیه آورد، سوگند یاد میکنم و پیمان بر راستگویی میبندم که تمامی کشتار خلخالی به دستور من بوده، تمامی کشتار و شکنجه های لاجوردی به دستور من محمد نوریزاد بوده. من بودم آقای خمینی رو وادار کردم در سه خط اعدام جوانان رو، چندین هزار جوان و مرد و پیر و زن و زندانی رو در سال 68 به صدا امضا بکنه و فرمان بده. این من بودم، او رو وادار کردم. من بودم که پولهای ایران رو فرستادم که گنبد و گلدسته بشه بره و شرست بره سوریه بره یمن. من بودم که دختران ایرانی رو از فرق به تن فروشی سپردم. من بودم که مجتبی خامنه‌ای رو با 150 میلیون یورو وقتی بچه دار نمیشد فرستادم بیمارستان همر اسمیت لندن و بچه دارش کردم برگردوندم. این من بودم که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رو برای با یک امپراتوری پر از پول زدم زیر بغل خامنه‌ای. برقرار شده این من بودم که به قالیباف گفتم دزدی بکن و یا شاه سلطانی که دزدی های تو رو افشا کرد زندانیش بکنید. خلاصه اینها رو انگشت دادم امضا کردم و بلند بلندم به اون دو نفر مأموری که منو برده بودن که یکیش پلیس بود کلتب داشت، اون یکیش پاسیار بود یونیفرم داشت، و خود همون خانومه بلند بلند خوندم گفتم ببینید خطایی در ادبیات من صورت نگرفته. دختره گفت شما چند بار منو دخترم خطا کردی، شما با یک چنین نوشته‌ای با یک چنین دفاعیه کار خودت رو مشکل میکنی. بهش گفتم دخترم من دنبال رفع و رجوع کار خودم که نیستم، که من مشتاق اینم که یک چنین ادبیاتی تو در جامعه ما رایج بشه که اگر دزدانی در جامعه هستن با یک چنین ادبیات تند و صریح روبرو باشن و تنشون بلرزه. خلاصه این خانم پرونده رو ورزش بود پیش قاضی، من رفتم پیش قاضی. حالا داستان اینجا شروع شد که وکیلم آمد، آقای آقاسی. بهش گفتم دیر آمدی، من از خودم دفاع کردم، ولی با هم رفتیم پیش قاضی. به قاضی نوشته منو خوند، دفاعیات منو خوند، گفت این از نظر من همش توهینه که آقای نوریزاد. گفتم شما توهین من رو به دزدان این مملکت، به آدم کشان این مملکت، به کسانی که قتل‌های زنجیره‌ای رو مرتکب شدن میبینی، ولی توهین اونها رو در غارتگری‌ها و دزدی‌ها نسبت به یک ملت نمیبینی؟ تمام زندان برقرار شده، تمام گیرنده زندانی باشه. اون برگشت که به من چه ربطی داره که توی کشور چه اتفاق میفته؟ شما یه پرونده نیابتی آمده چند تا سوال بوده به اونا جواب میدادی. گفتم من در قبال سایر مسائلی که شما جرأت نطق کشیدنش نداری، من خودم رو مسئول میدانم، من خودم رو مسئول میدانم. چرا یک بلوچ به بلوچ بودن، به ایرانی بودنش افتخار نمیکنه؟ من خودم رو مسئول میدانم که یک کرد چرا به کرد ایرانی بودنش افتخار نمیکنه، برای اینکه چیزی از ایرانیت در اونجا نیست. بعد من خودم رو در قبال دختران تن فروش ایرانی که از شدت فقر به این راه در میفتن مسئول میدانم، ولی شمای قاضی به خاطر ترفیع و به خاطر حقوق ماهیانه سکوت میکنی و نطق نمیکشی، از سفارت انگلستان بالا میرن شما نطق نمیکشی، از سفارت عربستان آتش میکشن نطق نمیکشید، شما کی هستید که دستگاه قضایی رو به گند کشیدید؟ اینو که گفتم گفت تو مزدور اجنبی هستی. گفتم من مزدور اجنبی نیستم، اگر باشم مزدور مرد مردمم که صدای در گلو مانده مردم رو دارم فریاد میکشم، ولی تو کی هستی؟ تو مزدور سپاهی، تو مزدور اطلاعاتی، تو مزدور بیت رهبری هستی، تو مزدور سعید طوسی هستی که پرونده اعتراف کرده او رو توی میز خودت گم میکنی، تو مزدور دوستانی هستی که برای اونها سپر امنیت ایجاد میکنی که ماها بیاین زندان اونا در امنیت کامل. اینو که گفتم
گفتم، گفت شما یک مفت لجن هستید. به من گفت، گفت تو یک لجن هستی. گفتم من اگر یک لجن هستم، تمام در زندان برقرار شده، تمام گیرنده زندانی میباشه. به قاضی گفتم اگر من یک لجنم، در فردیت خودم لجنم، ولی تو چی؟ بدبخت، یک مجموعه لجن هستید و یک دستگاه رو به گند کشیدید. از گند دستگاه قضایی بوی لجنتون بلنده. کدوم عدالت؟ کدوم انصاف؟ آقای خامنه‌ای رسماً میگه آقای لاریجانی دوره 10 سالش عالی بوده، یعنی او رو مبرا میکنه از دزدی‌های تبری پور که چرا فردا به رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای مثلا همین لاریجانی دزد که لواسان رو بلعیدن بره خمیر دست مجتبی خامنه‌ای بشه. بهش گفتم تو جرأت نداری به مجتبی خامنه‌ای بگی چجوری پول بردید بیمارستان امیر اسمیت لندن بچه دار شدی، تو جرأت نمی‌کنی به رهبر بگی چرا پاسخگو نیستی. به قاضی همه اینا رو که گفتم عصبانی شد، داد و فریاد که کم بوده بود که من کمربند بکشم با قاضی. البته اینا رو به شوخی می‌کشم، یعنی کم مونده بود که کار به کمربند بکشم که من بکشم بیرون و بیفتم به جان قاضی که نمی‌فهمید من از چی در سوزم. و به من میگفت لجن، به من میگفت مزدور اجنبی، به من میگفت شما خائنید و بعد خیانت دم دست خودش رو نمیدید. خلاصه دستور داد منو از اتاق بیرون نشاندن و خود آقای وکیل با قاضی نشست، دوتایی مدتی نشستند و بعد اومدیم بیرون. بیرون چیز یه عکسی با هم گرفتیم تا آقای وکیل برقرار شد. ولی وکیل گفتم چرا درباره علی هیچ کاری نکردی شما؟ علی بعد جالبه تیتر روزنامه دیروز اطلاعات رو برات میخونم، نوشته رئیسی 2 نقطه اعتراض و انتقاد باید شنیده شود، اقتشاش خط قرمز ماست. آقا تمام گفته های محمد نوریزاد، تمام نوشته های محمد نوریزاد در محدوده انتقاد و اعتراضه که این میگه باید شنیده بشه. درست. ولی بردن تو وادی اختشاش، تو وادی امنیت. آقا مثلا یک مطلب در یک گوشی اختشاش محسوب میشه؟ بله. یک مطلب انتقادی در یک گوشی. من به رئیس زندان گرگان گفتم این جوان رو شما 3 سال به زندان دادید به خاطر یه مطلب تو گوشیش، میشه گوشی خودتو بدی من 200 تا پیدا کنم، گوشی دخترتو بده من 300 تا پیدا کنم، گوشی پسرتو بده من 400 تا پیدا کنم از اینا. به هر حال این ماجرای امروز ما بود، ما رو برگردوندم، من الان داخل اتاق هستم و داریم آماده میشیم نهار بخوریم. به قاضی گفتم چیزایی که برات به یادگار گذاشتم 5 بار اعدام توش هست، جرأت داری 5 بار اعدام توصیه کن برای من؟ اینا رو هم گفتم بهش. خسته نباشی، قربونت برم، سرت رو بالا بگیر. ببین من جانم رو در این راه گذاشتم، میدونم تو چقدر میسوزی، میدونم که تو چقدر اذیت میشی، بچه‌ها چقدر اذیت میشن. علی 3.5 سال زندان گرفت، به خاطر من 3 سال علی 3.5 سال زندان گرفته، به خاطر من این بچه رو میخوان زندان ببرن. میدانم به واسطه من شما چقدر آسیب میکشید. اون خانمه برگشت گفت شما نتیجه میگیرید؟ یه دکتری اینجا توی بند به من گفت شما نتیجه میگیرید؟ دکتر پیریست. گفتم آی دکتر ما دنبال این هستیم که در برابر دزدان صریح و قاطع با این ادبیات روبرو بشیم، یعنی بگیم تو دزدی به این دلیل مستند. گفتم من دزدی قالیباف رو مستند به اون قاضیه گفتم، از تو همین لپتاپ شما نشون میدم ببینم عرضه داری با این دزد برخورد بکنی. عرضه‌شو نداری، برای اینکه شما رو اخته کردن، نمایندگان مجلس رو به یک جور، دولت مردان رو به یک جور، شما قاضیان رو به یک شکل، چیزی از مردانگی در شما ها نمانده. بر تقدیر من پوزش خواهی میکنم از شما، سر تعظیم در برابر تو فرود میارم. خب شما با این شرایطی که داری، با این خب الان این کافیه دیگه، همین هرس جوش امروز کافیه که 100 بار بیهوش بشی. من با قلبی که تازه خوب شده بود و 2 روز پیش بیهوش شده بودم و 1 روز تو بیهوشی بودم، رفتم و فریاد کشیدم و میگم کار کشید به جایی که به شوخی میگم انگار که کم مونده بود من کمربندمو در بیارم بیفتم جان قاضی.
چون او فحشایی میداد که نباید میداد. قاضی باید در برابر حتی عصبیت متهم صبوری خودش رو حفظ کنه. تمام.